مثال دیگه یادم میاد که باز برای خودم خیلی خیلی درس بزرگی بود یه زمانی تازه کانون اصلاح و تربیت دختران تاسیس شده بود خب اصلا تاسیس کانون اصلاح و تربیت و جدا شدن دختران جوان از زندانیان حرفه از زندان زنان حرفه ای که این بچه های جوان میرفتند و هر کدوم یک متخصص در خلاف و جرم بیرون می اومدم وقتی این کانون درست شد خب خیلی برای من خوشحال کننده بود و میرفتم با این بچه ها دورانی رو با هم سر می کردیم یه روز که رفتم اونجا مدیر کانون گفت که اگه میشه دفتر من بشینید چون گروه فیلمبرداری برداری اومدن دارن فیلم برداری میکنن رفتن منم اونجا واقعا اون دوران نه تصمیم داشتم راجب این موضوع فیلم بسازم نه هیچی ولی اصلا بودن در اون فضا و شناخت اون فضا به نظرم اگر انجام نمیشد من یه چیزی کم داشتم به حال نشستم بعد از مدتی اون گروه اومدن و از دم در اتاق مدیر کانون رد شدن خدافز خواهیم خدافز خیلی ممنون و من رفتم طرف سوله ای که این بچه ها یا سالونی که این بچه ها دختر جوان اونجا بودن معمولا همیشه آمبیانس اون سالن از بیرون صدای فریادا کتکاریا همدیگر رو دریدن ها نمیدونم یه روز خونی که پاشیده شده بود از خودزنی یه دختر به شیشه ها اصلا صحنه عجیب و اون روز برعکس هم میشه من دیدم صدای شلی که خنده و وقتی وارد شدم بچه اومدن خاله رخشون بیا برات یه چیزی تعریف کنیم بیا بیا برات بگیم گفتم چی؟ گفت اینا اومدن از تلویزیون فیلم گرفتن همشون فیلم کردیم گفتم یعنی چی همشون رو فیلم کردیم؟ گفت یک قصه ساختیم همه اینا ضبط کردن بعد همشون شروع کردن اکت کردن خب بچه های جوون پر از هیجان و انرژی وقتی روسریشون رو, رو اینجوری میبندیم مقابلمون میشونیم بعدم بهشون میگیم که شما الان خیلی پشیمونین از این موقعیتی که دارین دیگه یعنی تلقین میکنیم اینا هم شروع کرده بودن یک قصه های عجیبی ساختن و آخرش که ما پشیمونی ما میخوایم به زندگی سالم برگردیم اگر اونجوری بشه فلان بشه و همه رو نقش بازی کرده بود. من اونجا واقعا تفاوت این که شما برای شناخت یه موقعیت میرید زندگی میکنین سر میکنین درک میکنین با اینکه یه روز دوربین رو ور میدارین و میرید یه جا و شروع میکنین آدم رو نشوندن عین ماکت و اون نتیجه که خودتون میخوای نزیم میخوای کاری ندارم دو هفته بعد اتفاقا اون فیلم من دیدم که از تلویزیون خودمون پخش میشد میخوام بگم فاصله بین درک آدم ها و رعایت آداب پژوهش، آداب فیلمسازی برای هر فیلمساز بر اساس منش و رفتار شخصیش و سواد و شناختش متفاوته و خوبه که تجربه های همدیگر رو بشنویم شاید برامون در جاهایی کارآمد باشه.